خب من هستم در خدمت شما. من بفهمید، من چون نمیخوام دیگه صحبت کنم، عرض ادب دارم و تسلیت. You have a sir. خب من ابتدا سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در لایف امشب با ما هستن، به خصوص سلام و عرض ارادت خاص دارم خدمت خانواده محترم کاپیتان جواد معصومی عزیز و جناب تیمسار جلال آرام عزیز. خدمت شما عرض شد که ابتدا لازم است من از شما و به هر حال همکاراتون، دوستاتون که زحمت میکشید با جمع‌آوری به اصطلاح خاطرات مدافعان آسمان کشور و خلبانان عزیزمون، یاد خاطره اونها رو زنده نگه میدارید، من تقدیر تشکر کنم. و اما در رابطه با لایف امشب، خدمت شما عرض شد که اختصاص داره به عزیزمون کاپیتان جواد معصومی. لازم عرض کنم من با جواد عزیز از دوره دانشجویی آشنا بودم، اما در دوران خدمت با توجه به اینکه من بیشتر خدمتم رو در دسفول بودم و جواد در تبریز بود، اینه که یه مدت تقریبا حدود نزدیک به 2 سالی با هم دیگه بودیم. خب ما تو این 2 سال به هر حال خاطرات دارم که من سعی میکنم یکی از اونها که برای پرواز بود و من اینجا به اصطلاح برای عزیزان توضیح بدم. اما همونطور که همه دوستان و به اصطلاح کسانی که با کاپیتان معصومی عزیز هم دوره بودن، شاخصه ایشون واقعا از نظر اخلاقی و صبر و بردباری زبان زد بود. من با یکی از دوستان امروز صحبت می‌کردم، آیه چالی ها، که ایشون هم خیلی دوستش بیاد، متأسفانه تو مسافرت بود، میگفتش که خب ما یه سری آدمای دوستانی که با هم بودیم، میگفتش که مرحوم زعیم و جواد از نظر اخلاقی شاخص بودن بین ما همه، ما یه شیطنت های خاصی داشتیم، اینا واقعا بچه های صبور خوب و برهار قابل توجهی بودن. خدمت شما عرض شد که من چون وقت به اصطلاح زمان طولانی شده، حالا جواب تیمسا قاسمی هم هستن و جواب آرام هستن، من به ذکر یه خاطره‌ای که این هم باز بر میگرده به شاخصه های جناب معصومی، و این هستش که ما توی تبریز یه روزی آلرت بودیم با هم دیگه، زمان جنگ بود، زنگ اسکرمبل که زدن، که اسکرمبل هم که هم حمله هوایی هستش، ما تیکاف کردیم با هم رفتیم، تارگتمون، هدفمون هم که داشت میومد خیلی دور بود، یعنی تقریبا پیرانشهر حوالی مرز ایران عراق منتها علیه شمال غرب بود، هوا هم زیاد جالب نبود. ما پرواز کردیم و رفتیم، حالا من بیشتر رادار تارگت میداد، من بیشتر دنبال تارگت میگشتم، سمت چپ سمت راست رادار، زیادم حواسم به جواد نبود. به هر حال ما رفتیم و این تارگت هم وقتی دید که ما اومدیم بلند شدیم اومدیم، حالا فاصله مون هم زیاد بود و من فقط یه لحظه زیر چشمی نگاه میکردم، دیدم که جواد عقب میفته، یعنی تو پوزیشن نیست. خدمت شما عرض شد که ما به هر حال وقتی که دیگه تارگت رفت داشتیم برمیگشتیم، من ازش سوال کردم، گفتم که اشکالی داری؟ گفت آره من موتور سمت چپم رفته، خیلی خونسرد رو ریلکس. حالا خلبانایی که توی F5 پرواز کردن میدونن که موتور سمت چپ که شما از دست میدی خیلی امکانات هواپیما رو از دست میدی، ولی این خیلی ریلکس و به هر حال خونسرد هیچی نگفت. گفتیم خیلی خوب، اعلام بعد دیگه اعلام امرجنسی کردیم و اومدیم نشستیم. اومدیم که پایین که اومدیم بهش گفتیم خب چرا نمیگی موتورت از دست دادی، با این وضع خطرناکی چی نمیگی داری پرواز میکنی؟ یه لبخند خاصی داشت، با همون لبخند خاص همیشگیش گفتش که ببین اگه من میگفتم خب شما پرواز رو کنسل میکردی، امرجنسی بود، بعد دیگه این هدفم حالا معلوم نشد چی میشد و اینا، خیلی ریلکس. اوضاع اولیت خیلی خراب بود، که حالا دیگه با دیگه، یعنی میخوام بگم که در بحران امرجنسی
و بحرانی که موتور چپ رو از دست میدی، کلی از اصطلاح امکانات هواپیما رو از دست میدی، این فقط به خاطر این وجدان کاری و صبر به خصوص. ببینید مهم اینه، معمولا اینجور جاها خلبانا میدونن، خیلی آدم ها فکر خودشونن، فکر جون خودشون هستن، به هر حال یه موتور از دست داده، هر آن ممکنه موتور دوم از دست بده، ولی این روح شاد هیچی نگفت، گذاشت که ماموریت انجام بشه. و وقتی هم که اومدیم، حالا به هر حال بعد از اون امرجنسی نشسته اومدیم، خیلی ریلکس که من گفتم بهش، من خیلی همچین یه خود ناراحت بودم، بابا میگفت، گفت آخه اگه میگفتم دیگه بابا کنسل میکردیم، برمیگشتیم، معلومم نبود به هر حال سرنوشت اون تارگت چی میشه. اینه که واقعا جواد عزیز از نظر خصوصیات اخلاقی، از نظر صبر، بردباری، پروازش هم در حد عالی میشه ازش یاد کرد. و به هر حال انشالله که با بودن فرزندان شایسته‌ای که داره و نوه‌های عزیزی که داره، میدونم که مطمئنم که جای جواد همیشه سبزه و یاد خاطرش بین ما دوستان همدورهاش و کسانی که باهاش بودیم همیشه باقی میمونه و همیشه ازش وقتی که دور هم میشیم صحبتی میکنیم یادمون میفته که چقدر به هر حال بین ماها صبر و حوصله داشت و بردباری داشت و بعضی وقتا شیطنت های ما رو تحمل میکرد. من اینجا یه صحبتی هم شد راجع به فکر کنم که فرزند شهید جهانشاهی اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله تو لایف هستم. آره، علی جهانشاهی عزیز ما تبریز، من فکر کنم فرزندشون شاید به دنیا نیومده بودن، ما تبریز با هم دیگه همسایه بودیم، یعنی توی هتل ستاره بودیم، هنوز خونه بهمون نداده بودن و اتاقامون بغل هم بود و خدمت شما عرض شود که آشپزخونه‌مون مشترک بود و به اصطلاح روز اول مهر ما خیلی هم با علی دوست بودیم، خیلی رفیق بودیم. ایشون هم واقعا با بگم یکی از خلبانای بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد بود. و اون روزی هم که روز اول به اصطلاح اون 140 فروردی که انجام شد، تو اون پروازی که رفتیم و اومدیم، به هر حال میدونید وقتی که علی برنگشت، من تا شب نرفتم خونه، چون میدونستم الان خانم جوشالو احتمالاً سراغشون میگه. به هر حال ایشون هم یادش سبز و خدمت خانم بزرگوارش و فرزند برومندش هم من سلام عرض میکنم و عرض ارادت دارم. جناب حمزه عزیز اگر اجازه بدی، با توجه به اینکه وقت به اصطلاح زیخ هستش و جناب تیمسار قاسمی که بیشتر با جناب معصومی عزیز بیشتر بودن، چون پایگاه های مختلف بیشتر با هم بودن، فرصت رو در اختیار ایشون بذاریم و همچنین جناب آرام، من تشکر میکنم مجددن خدمت خانواده معصومی ضمن عرض تسلیت و اینکه انشالله همیشه مطمئن باشید یاد و خاطرش برای ما دوستان همیشه زنده است. اگه فرموش باشید و خدمت هستم. من اولا خیلی مقدم خدمت تیمسار آرام عزیزم عرض میکنم و تسلیت میگم خدمت شما. ما جناب آرام رو کنار جناب معصومی، جناب قاسمی فقط داریم. از شما خواهش میکنم صحبت جناب قاسمی که تموم شد باز به ما بپیوندید، یه چند تا سوال هست بعدا ازتون میپرسم، نگران وقتم نباشید، این دوستان ما تا صبح هم بشینن پای صبح، البته شما رو زیاد مزاحمتون نمیشیم. الان جناب قاسمی تشریف بیارن، فقط جناب آرام یه سلام علیکی بکنن، بعد دیگه تریبون در اختیار جناب قاسمی است. بفهمید من مشکلی ندارم تا صبح بیدار باشم. این جناب قاسمی عزیز وقت تایم جناب قاسمی بیان. آره من اگر اجازه بدید اجازه پای قاسمی بیان اینجا کنار من بشینن. شب شما خوش قربونتون برم، تحصیلت بگم خدمتون استاد عزیزم، سلام از کنم جام قاسمی عزیز، سلام موقعتم خوبی هم توی جان یادی خدا قربت تحصیل شما من یادتون میاد ایشالا با مدفون های که استاد عزیز ما موقعت هم هستیم، ما دوستار همه هستیم، ما کوچیک هم هستیم.
جناب قاسمی، جناب آرام و جناب محمدیان بارها تو لایو اومدن و همه مردم به خوبی میشناسن. یک کوچولو در حد چند دقیقه خودتون رو معرفی بفرمایید که ببینن چه شخصیت بارسی دارن به حال گوش میکنن به صحبتهاش، بعد ایشالله راجع به جناب معصومی صحبت کنیم. چشم. با نام و یاد دوست که هرچه داریم از اوست، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. من سرتیپ خلبان بازنشسته افراسیاب قاسمی از شاگردان همه دوستانی که در محضرشون هستیم هستم. من راستش دیروز با اکسن کووید 19 زدم، این مقدار حالا احوالم زیاد خوش نیست، اشتباهی کردم. امروز من رفتم بیرون، نباید میرفتم، یه 24 ساعت باید استراحت میکردم، نرفتم بیرون، رفتم بیرون 3-4 ساعتم بیرون بودم، اومدم احساس خوبی ندارم راستش از نظر حال هوای خودم، ولی انجام وظیفه بود که بیام برای دوست عزیز و قدیمی خودم که امشب سالگردش هستش و سال روزش هستش، یه از ادب احترامی کرده باشم خدمت دوستان و بنده افتخار آشنایی دوست عزیزم زنده یاد. من تحصیلت نمیگم به خاطر اینکه همیشه زنده از نظر من. جواد مرد بزرگی بود، خصوصیت اخلاقی شد، من تو چند من نوشتم که چیزی جا نذاشته باشم راستش، گفتم بنویسم که چون حالا بنویسم کنده چند جمله جا گذاشته باشم به جا بذارم. این حساب چند تا خصوصیت اخلاقی جواد عزیز رو که از سال 53 افتخار آشناییش با ایشون داشتم و در بیشتر مراتب آموزشی با هم و در خدمت آقای زعیم که یادش گرامی باد، ایشون هم سالگرد آره سالگردشه، دهم تیر ماه سالگرد وفاتشه، نمیدونم بگم وفات، زنده یادش رضای عزیز مصادف شده با سالگرد جواد عزیز، که دو تا عزیز خوب و هم دوره رو من تو این ماه از دست دادم و همیشه یادشون برای من زنده است. یعنی من هیچ موقع به عنوان یه شهید یا به عنوانی که من دور هستن هیچ موقع نمیپندارم، همیشه یادشون هستم. روزی نیست که به عنوان روزی باشه که من جواد و رضا رو تو خاطراتم نداشته باشم، همیشه به یادشون هستم. از نظر خصوصیت اخلاقی جواد عزیز به خدمتتون عرض کنم که شوربختانه از عزیزی را دست دارم که از نظر اخلاقی، پروازی، جسارت، شجاعت، شهامت و دلسوزی نمونه کامل بود. واقعا همین چیزایی گفتم واقعا از هر نظر نمونه کامل بود. عاشق زندگیش بود. دیگه من صحبت نمی کنم، بچه هاش خودشون صحبت کردن در این باره. عاشق زندگیش بود، بچه هاش و خانوادهش خیلی دوست داشت، مخصوصا برای دوتا دختره عزیزش که منم به عنوان دوتا دختر برای خودم حساب می کنم، همیشه تا جون دل از خودش مایه می داشت، یعنی هیچی برایشون کم نمی داشت. خوشبختانه مرسای عزیز، ازم عضوی شما که با فردی ازدواج کرد که در شهرش بود، پوریای عزیز رو من خیلی دوستش دارم، واقعا دوستش دارم و این باعث افتخار بنده است که اومد و وارد زندگی دوست عزیزم زندگی جواد شد. از دوست عزیزم جلالم که خاطرات زیاد داریم، پیشکسوتم هستم، دوستش دارم، همیشه براش احترام قائل هستم و اینم افتخاری هست تو زندگی من که همچین دوستانی دارم، این واقعا باعث افتخاره. اساسیات اخلاقی جواد چند تا جمله نوشتم، چند تا کلمه که انشالله بتونم که اون چیزی که در شأنش هست، البته خیلی بیشتر از اون هست، یعنی اگه بخوای
جمع‌آوری بکنیم شاید تو هزار تا صفحه کتاب نگنجه، ولی خلاصه مطالبش که بتونه جوابگوی اون مطالب باشه من خدمتتون عرض میکنم. جواب بوی ناب انسانیت رو میداد واقعا، یه انسان کاملی بود دیگه، اهل ریا بود، مکر و این چیز هم نبود، سخنانش متین بود، در مقابل مشکلات و سختی ها خیلی مقاوم بود، خیلی واقعا یکی از شاخصه مهمش بود، همیشه در مقابل مشکلات سکوت میکرد، در مقابل سختی ها مقاوم بود، از جهل دوری میکرد، اهل مطالعه بود. بچه هاش هم میدونن دیگه، واقعا هر وقت فرصتی میورد یه کتاب دستش بود، همیشه کتاب دستش بود راجع به هر مطالبی، مطالب مختلف، عنوان خاصی رو من عنوان نمی کنم، مطالب مختلف رو ارزم گذاری شما تو سرمشق زندگیش داشت، واقع‌گرا بود، این جسارت و شهامت رو داشت که بی مورد اظهار نظر نمی کن. از انسان متملقم دوری می کرد. از نظر انسانیت جغرافیای زمان و مکان براش اهمیت نداشت. پاک و زلال بود. قابل نهایت اعتماد داشت. ما اگر می رفتیم ماموریت، خانواده و زن و بچه رو می سپردیم به جواب. طوری بود که این مرد از زن و بچه خودش بیشتر دقت داشت، اعتماد همه نسبت به جواد مثل من بود. من که دارم میگم چون دوستانی مثل جواد داشتم، رضا داشتم، دوستان زیادی داشتم، اینا برام سرمایه زندگیم هستن، بهشونم افتخار میکنم. طرفدار حق بود، وجدان خودش هیچ موقع گول نمیزد، خیلی مهم بود، هیچ موقع وجدانش رو گول نمیزد، اگر اشتباه میکرد انقدر شجاع بود که پای اشتباهش واسه سر اون مسئله آقای رضاییان که میگن شاگردش خورد زمین، واقعا من شاهدم این بنده خدا چه کارهایی که نکرد، دنبال این بود، دنبال واقعیت بود، نمیدونست چه اتفاقی افتاده برای این شاگردش، تو شیراز بود، رفته بود، من نمیدونم، فکر کنم بی اف ام یا سی ام بود، آرام بهتر میدونه چون اونجا بود بایشون پرواز میکرد، من اونجا نبودم این موقع. این بنده خدا کارهایی میکرد که بدونه واقعا چی شد این پسر خود زمین، چون ندید این شاید، چون ندید چه اتفاقی برش افتاد خود زمین، خیلی ناراحت این قضیه بود. محبوب دل بود، واقعا محبوب همه دلها بود، هیچ وقت کینه کسی رو به دل نمیگرد، مثل یه شمعی بود که میسوخت و اطرافیانش نور و گرما و آرامش میداد و مانند آینه صاف و صیقلی بود و کوچکترین قط و خشی نداشت. این خصوصیاتی که بخوای راجع به صحبت کنی خیلی هستش، من سعی کردم تا اونجا که میتونم مختصر و مفید جمع‌آوری کرده باشم که بتونم خدمت دوستان عزیز ارائه بدم که بدونن که این فرد چه شخصیتی داشت. من صحبت زیاد شد راجبه مسئله خانوادگیش، خانوادگیش صحبت کرد، ما رفت آمده خانوادگی داشتیم، تبعیض که بودیم، بچه ها کوچیک بودن مثل بچه خودم بودن، هیچ فرق نمی کرد، همه توی خانواده مثل یه خانواده همیشه دور هم جمع می شدیم، برنامه همون و مسائل اونا با همدیگه حل میکردیم، اگر مشکلی برای هم پیش میومد سعی میکردیم به هم کمک کنیم تا اونجا که میتونیم مغلوب باشه. من چیزی که بخوام اضافه بکنم، صحبت زیاد شد، وقت عزیزان گرفته میشه، من شرمنده هم بخاطر اینکه امشب مهمون داشتم، در ازم حضور شما که
ولی انجام وظیفه بود که بیام خدمتتون راجع به این دوست عزیزم یه چند کلمه صحبت کرده باشم که خالی از غریزه نباشه. زیباترین حکمت دوستی با هم بودن است، به یاد هم بودن است. بودن با هم بودن های ما را قدر بدانیم. سه تا چیزه که انسان همیشه بهش میرسه. یکی نتیجه عمل. نتیجه عمل همین بود که خدمتتون عرض کردم، عملیه که انسان تو زندگیش داره. جواد صحبتی کردیم، صحبتی که شد اینا نتیجه اعمالش بود تو زندگیش. رزقیه که برات مقدر شده، یعنی اون رزقی که خداوند برات مقدر شده، این چیزاییه که به انسان میرسه. یکم مرگه. مرگم بالاخره یه روز برای همه میرسه، حالا به عناوین مختلف. ما جواد رو در دست دادیم، خیلی از دوستان دیگه رزق زعیم و خودتون در دست دادیم. آره، رزم آدم دوست داشتنی بود. جواد و من در سطح رضا و جواد رو در یه سطح میبینم، از نظر اخلاقی، خصوصیت اخلاقی. هر کدوم یه حسنای خاص خودشون داشتن، جواد یه حسنایی داشت، جفتشون داشتن. من از نظر اخلاقی این درس گرفتم تو زندگی، سعی کردم تو زندگی مرام اینا رو پیشه کنم و اخلاق زندگیم باشه. در انتها میخوام یه نصیحت کوتاهی داشته باشم که از بنده حقیر بپذیرید. میگه همگی رهگذر هستیم، به کسی کینه نگیرید. دل بی کینه قشنگ است. به همه مهر ببرزیم، به خدا که مهر قشنگ است. من وقت عزیزان رو نمیگیرم. من خدمت شمیسا، مرسای عزیز، پوریای عزیز، خانم معصومی عزیز، خانواده آرام، همگی این روز رو نمیتونم بگم تسلیت میگم. یادآوری کردیم از روزی که به هر حال در همچه روزی از بین ما رفتن، ولی همچه روزشون زنده است، تو قلب ما هستن، نجا دارن، هیچ موقع قابل فراموش نیستم و من هیچ موقع به شخصه فراموش نمی کنم اینا رو، چون ما دورهای زیادی رو، بیشتر دورهای آموزشیم رو با هم بودیم. من بودم، جناب زهین بود، جناب شادیا بود، جناب وعزال بود. ما 9 نفر بودیم توی آمریکا، 4 تون وا خوردن توی کلاس. باورتون میشه یه کلاسی بودیم که 4 تون وا خوردن. بقیهشون عرب بودن و کنیایی بودن و اینا، ولی تنها کلاسی که 4 تا از 9 تا خلبان ایرانی با خود کلاس ما که ما اون همبستگی که ما تو دوره آموزش با هم داشتیم، یه حسنی که داشت این بود که شبا جمع می شدیم، با هم صحبت می کردیم، دشمان می خوندیم، کتابا رو می خوندیم، مسائل رو مطرح می کردیم، محاسن پروازی، معایب پروازی همدیگه رو به همدیگه می گفتیم، سعی میکردیم دست همدیگه رو بگیریم تا اونجا که میتونیم. حتی جناب وعزار که داشت با میخورد، از هم بوزی شما یک کلاس باشبک شد اومد تو کلاس ما، ما دست اینو گرفتیم نداشتیم با بخوره، ولی چهارتای دیگه واقعا مشکل داشتم دیگه. ما خیلی سعی کردیم تا نتونستیم. به هر حال من این شب عزیز و خدمت خانوادش زنده یاد جواد تسلیت میگم. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشن. خانواده خوبی هستن، قدر همدیگه رو بدونن. شمیسای عزیزم که داره فعلا زحمت میکشه، داره فعالیت خودش انجام میده، من باش در تماس هستم، از دور جای حالش هستم. من اصلا گاهی گذارم میبینیم در خونه. داره پوریای عزیز و پوریای دوست داشتنی، من واقعا دوستش دارم پوریا رو و افتخار میکنم که پوریا وارد این خانواده شد، خانواده دوست عزیزم جواد شد. از جناب آرام خانواده محترمش تشکر میکنم. شب بخیر میگم، عزیز ندارم. اگر اجازه بدید من رفع زحمت کنم. شبتون بخیر. اجازه میدید یه دوتا کلمه منم بگم؟ جناب آرام صحبت کن بعد
برید. اولا که قربون اون قلب قشنگتون، برای اولین بار من یه همچین شرایطی پای صحبت شما میشینم که چقدر زیبا، چقدر با احساس و چقدر انسان خوشقلب و بزرگی هستید جناب قاسمی. بیشتر از همیشه شیفته مرام و اخلاقتون شدم، همیشه هم ارادتمندتون هستم و خواهم بود، شاگرد کمترین شما. و خیلی ممنونم از اینکه به زیبایی یاد کردید. درود به شرفتون که همه رو انگار که شما باید اون چیزایی رو که فقط بگید گفتید و نیاز هست برای این مراسم. خیلی ازتون ممنونم. ماشاءالله همه تون صاحب سخن و بسیار سخنور هستید. شما جناب محمدیان، جناب آرام، ماشاءالله پوریای عزیزم، خانوما معصومین که صحبت کردن، خیلی شب زیبایی بود. دستتون در نکنه، خدا حفظ کنه شما رو. ما به خاطر تسلیت به شما، من فقط میخوام از مردم عزیز خواهش کنم که این رنگ‌های زیبا رو تقدیم به تیمسار قاسمی عزیزم و همرزمانشون جناب آرام و جناب محمدیان و رفیق شفیقشون که آسمان الان جولانگه ایشون هست و از اون بالا نظارگر همه ما هست، جناب معصومی عزیز و همه همرزمانشون، تقدیم کنید تا جناب آرام حال احوالی هم با ایشون بکنن قبل از اینکه برن. بفهمید. مدردم جناب قاسمی، خیلی ممنون. من خیلی خوشحالم که امشب در جوار شما بودم، در جوار شما، در جوار جناب جواد محمدیان، تیمسار عزیز. من بزرگ روزهای سخت حرفی شما از این که با حرفی کردیم، با پرواز کردیم و افت اونهایی رو که الان دیگه در میان ما نیستن. آن دیدم که مهدی عزیزم اومد در لایو و برسات پیغام گذاشت، فرزند برومند و شایسته جناب جهانشالو، الان فرزند عزیز جناب اقبالی رو دیدم، الان هست جناب اقبالی رو که همیشه به ایمان او برای ما بود و الان پدرش هست. من این جمعه سر ایشون میگن که میشنوه باز صحبت کرد قبل از این برخواهات رو بکنیم. ما همین روز از جناب اقبالی شنیده بودیم، ولی یک لقب اقبالی داشت که خیلی نمیدیم. اقبالی معروف بود مردی که همه چیز میدانست، یعنی وقتی میگن مردی که همه چیز میدانست، در مورد همین رو که میخواست صحبت بکنی جناب اقبالی در اون رو یه چیز میدونست. این نبود مثلا شما در مورد صحبت بکنید، هرچی برای گفتن نداشت، شما در مورد مثلا مهندسی صحبت بکنید، هرچی برای گفتن نداشت. اینو گفتم افشین عزیزم، میدونم لایو و جهانشوری عزیزم که از کسانی که این خاطره ها رو من باشتم، چون هم در دوران درجداری ما با هم دیگه بودیم، در دورانی که ما دوره اکاری هم میدیم که با خلقاری بشتیم، بعد هم بشتیم برای خلقاری آخر دورانیه آخر بشه. و جناب قاسمی بزرگوار و جناب جواد محمدیان یه سالی ما با هم بودیم و شایستگان این مملکت. درود بر شما، مرسی، خیلی ممنونم. ما چون نمیخوایم بیشتر از این مزاحم تیمسار قاسمی عزیزم بشیم و میدونم جناب محمدیان میخوام بدرقهشون کنن، نمیدونم که میان پیش ما دوباره یا نه، ما با جناب آرام ادامه بدیم. شما قطع میکنید یا میمونید با ما جناب محمدیان؟ جناب حمزه یزدی اگه اجازه بدید من دیگه با همراه جناب قاسمی برم، بقیه شو میرم تو منزل خودمون، الان تو منزل آپتین هستم، بقیه شو میرم اونجا ادامه میبینم. خدا نگهدار. یادم رفت خدمت جلال عزیزم سلام عرض کنم. جلال جان، ما واقعا تو رو دوستت داریم و به عنوان یه بزرگ اون پیشکسوتون همیشه به هر حال الگوی ما بودی. شب همگی بخیر. من فقط پیام جناب اقبالی رو، افشین اقبالی، های دکتر اقبالی رو برای شما بخونم که خدمت شما جا
جناب محمدیان، جناب آرام و جناب قاسمی سلام دادن و تشکر کردن که یاد پدرشون رو زنده کردید و گفتن چقدر زیبا صحبت میکنن جناب قاسمی. سپاسگزارم. از جناب جانشالو هم براتون تشکر کردن از شماها. خیلی ممنونم. ممنون از آبتین عزیزم، جناب مهندس آبتین عزیز، پسر تیمسار محمدیان. نازنین کاش که میتونست بیاد یه لحظه ما روی ماهش رو ببینیم اگه میشد. آبتین میاد، شبت بخیر. خیلی مخلصم. خیلی مخلصم. جون دلم قربونت برم که من دلم برای یه زنده شده. خیلی مخلصم. ایشالا ببینم اتون. خدمت تیم سارا هم سلام میکنم، خیلی تعریفشون رو شنیدم، ایشالا سعادت داشته باشم از نزدیک ببینمشون. پیامی هم داری برای خانواده جان معصومی؟ برای سلیسا؟ ایشالا امیدوارم که روی پدرشون شاد باشه، قطعا در آرامش هستن و اینکه به هر حال این خاطره خوبی که ازشون مونده همون چیزیه که همه ما آدم ها در نهایت از خودمون میذاریم و این یعنی که واقعا ایشون زندگی خوبی داشتن و روحشون قطعا در آرامشه. قربونت برم، دوست دارم، رفیق شفیق خودم، خیلی مخلصتم، ممنونم که این زحمت رو کشیدی. قربونه شما، سایشی که خیلی ارادت مندم، ایشالا ببینم اتون. قربونتم، تو ستا. من فقط باید از پسر واقعا جناب شهید جهانشالوی عزیزم، از اینی که دیدمش خوشحال شدم، برای اولین بار دیدمش و متاسفانه خود دیگه زندگی اجازه نداد که ما بچگی ایشونو با هم با بچه های ما بزرگ شن ببینن. عزیزم خیلی خوشحال شدم شما رو میدونم. شب شما بخیر. قربونتون برم، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. قربونت علی، خداحافظ. خداحافظ. خب جام آرام عزیزم، خیلی مخلصیم، استاد گرام و بزرگ مرد آسمان ایران زمین. خب جام جهانشالو و جناب اقبالی هم از شما تشکر کردن. اولا که من چند تا مطلب رو بگم قبل اینکه شما دارین اوکی میکنید. اولا تبریک میگم به خداوند که استاد ما رو صحیح و سلامت به ما تحویل داد به همراه خانوادهش. تبریک میگم و تشکر میکنیم از خداوند که جناب آرام عزیز رو بعد از این درگیری با این ویروس، مثل اون رژیم عراق و اون بحثی ها، این ویروس هم شکست داد. اینو میخواین تنظیم کنید من این صحبت ها رو بکنم. این ویروس هم شکست داد به همراه سرکار خانم آرام و خانواده محترم که درگیر شده بودن همشون با این ویروس و خدا رضا مرتبه شد که الان صحیح و سالم جناب آرام رو در یک نیو استایل با یک تیپ خیلی خاص دیگری که ماشاءالله بر یک نوع دیگری از خوشتیپی های جناب آرام هست. خیلی ممنونم، بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم. بعد تو تحصیلت هم میگم خدمتون این روز رو به خاطر فقدان سال روز فقدان همرزماتون بفرمایید. خواهش میکنم از جناب زعیم هم یاد دادتون. بله ممنونم ازت. میخواستم همین کار رو بکنم. جناب حمزه، من اولا از خود شما و سایر دوستان خیلی متشکرم که در اون روزهای سختی رو که بود بوده این تصویر این چرا چیز شد کمرنگ شد والا چیز. در اون روزهای رو که من در بیمارستان بودم و به قول معروف داشتیم دست و پنجه به قول معروف نرم می‌کردیم با این بیماری کرونا، همه دوستان، همه عزیزان اینها اومدن و به من مرتبا زنگ می‌زدن به علت اینکه به شدت ما مریض بودیم و اینها نمیتونستیم خیلی زیاد با بچه ها صحبت بکنم. برصورت من ممنونم بعد از اینکه از بیمارستان هم خودم و خانوادم هممون اومدیم، عزیزان بزرگواری کردن، محبت کردن و به من زنگ زدن، این خود جناب عالی و همیشه جویای حال من بودن. من رو واقعا شرمنده کردن. اینا روزهایی بود که برصورت من میدیدم که چقدر اینها محبت دارن به ما و ما چقدر ضعیف هستیم که نتونستیم در روزهای قبل از این اینقدر با این بچه ها در تماس باشیم و بتونیم حداقل این نوع محبت های اینها رو جبران بکنیم. بماند من واقعیت راست میگه جناب
افراسیاب قاسمی یک صحبتی رو کرد که من اینجا بایستی من واقعا اشاره بکنم. صحبت بر اینه که میگن که واقعا خوبان رو زودتر میبرن و این به نظرم میرسه که درسته. رضا زعیم هم دوره من نبود، از من جدیدتر بود، هم دوره افراسیاب قاسمی بود، به هر صورت یک دو دور از من جدیدتر بود، خود جناب معصومی همینطور، خود جناب قاسمی همینطور، جهانشالو که با من هم دوره بود اصلا. و اینها چقدر دردناکه وقتی که این عزیزان رو آدم به این شکل میبینه و اینها رو جناب حمزه از دست میده. دونه دونه شما باید بمونی و میمانی و بعد میبینی اونهایی رو که خیلی برای تو عزیز بودن دونه دونه میان و از جلوی چشم تو محو میشن. بذارید من یه چیزی رو به شما بگم، اینی که دارم میگم اصلا قلوف نیست، این رو الان شما خوشبختانه از زبان جناب محمدیان شنیدین، این رو از زبان جناب قاسمی این رو شنیدین. ببین اگر شما بخواید توی بچهای F5، من بچهای F4 رو زیاد کاری ندارم، نکنی کاری ندارم، یا هواپیماهای دیگه، چون باشون به قول معروف مشهور نبودیم. اگر بخواهیم واقعا بگیم از بچه‌هایی رو که دارای شخصیت بودن و بسیار بسیار عزیز و بسیار خوب بودن و هیچ کسی هیچ نوع ناراحتی و هیچ نوع دلخوری از اینا نداشت، به طور قطع و یقین ما به 3-4 تا اسم بیشتر بر نمیخوریم. یکیش داوود صادقی بود، خوشبختانه زنده است و من این افتخار رو به قول معروف داشتم و دارم که ایشون از زمان دانشجویی با من هم دوره بودن، الان هم که مخلص ایشون هستم و به عنوان دوست 40 و چند ساله من افتخار میکنم ایشون. یکی جناب معصومی بود، واقعا جناب معصومی واقعا از نظر اخلاقی یک اسطوره بود. و رضا زعیم که علاوه بر این که بسیار بسیار انسان متین و خوب، یک خلبان آزاده بود. یعنی واقعا من حتی در زمانی که اون اوائل انقلاب پیروز شده بود، بعضی از آدم هایی رو که می اومدن و در دستور می اومدن و دیگه شده بودن اینها دیگه قهرمان های انقلاب و که بعدن همشون اومدن و رفتن و فرار شدن از این مملکت، که یکیشون اون آقای دریادار مدنی بود، من یادمه که اومد یه حرفایی زد، برگشت به خلبان ها یه چیزایی میگفت که شایسته خودش بود که ما همه جناب زعیم اون موقع یادمه که ستوان دو بود و یقه ایشون رو گرفت و آخه این برگشت صحبتی رو کرد، گفت که آره بعضی هستن وقتی که اینجا یه پالتوشون میزنی کنار یاش نوشته هی هز مستر وایس. این یه جمله‌ایه که مال سازمان CIA و نمیدونم فلان و بیسار بهمان هست. بعد یادم میاد که این جمله رو جناب زعیم برگشت به آقای دریادار مدنی گفت، گفت ببین شما وقتی که داری میگی هی هز مستر وایس که منظور ماست، من فکر کنم نه، تو داشتی پالتوی خودت زده بودی که جمله رو داشتی رو پالتوی خودت میخوندی، حالا داری این جمله رو به ما میگی. حالا یه عده‌ای اون موقع خیلی جرأت هم نداشتن این حرفا رو مثلا به یه آدم عوضی مثل مثلا آقای مدنی بزنن. بماند، من میخوام بگم اینهایی رو که ما از دست دادیم، اینها تک بودن، اینها کسان عادی نبودن. ببینید من در مورد همین جناب معصومی، چون الان شما اومدی و صحبت کردی با خانوادش، من میخوام یه چیز رو به شما بگم. شما خودت که این رو میدونی، ممکنه دیگران کسانی رو که در جمع ما نباشن، کسانی رو که ما رو به قول معروف نمیبینن نمیشناسن، فکر بکنن حالا ما مثلا خلبان بودیم، ما هم مثل سایر رسته ها، مثل سایر کسانی رو که از به قول معروف امتیازاتی رو میگرفتن و بهره مند میشدن، حتما بچهای ما هم از کسانی بودن میرفتن نمیدونم سهمیه میگرفتن، میرفتن نمیدونم نمره دانشگاهشون که میرفتن مثلا میگرفتن ارفاقی بهشون میکردن. همتون بدونید که بچه های جناب معصومی حتی یک تک نمره برای پذیرششون نردن. بچه های من که الحمدلله یکشون خب همونطور که میدونید مهندسه و اون یکی کاوه که هم مهندس شیمیه بعدم رفت خلبان شد، اینها حتی یک دونه نمره بهشون ارفاق نکردن و همش هر دوشون مثلا فرض کن بچه خودم رو دارم میگم که در بچه بودن که مثلا از اون اولش در مدرسه تیزهوش بودن تا زمانی که به قول معروف اومدن درساشون تموم کنن.
من اینو میخوام بگم، دختر آقای معصومی هیچ من یادم نمیره، جناب حمزه هیچ یادم نمیره. من فکر میکنم که 6 یا 7 روز بود از شهادت جناب معصومی گذشته بود و ایشون امتحان فوق لیسانس داشتن. ببینید که ایشون آشتت هستن، امتحان فوق لیسانس داشتن و من اصلا فکر نمی کردم که این حتی بتونه، مهسا بتونه راه بره. ولی این دختر برگشت به من گفت که اون جلال من امتحانمو میدم، که من خودم گرفتم سوار ماشینم کردم شخصا، ما 2 نفری رفتیم. کسی دیدم مادرش که از اون ور طفل معصوم اصلا دیگه در غم از دست دادن شوهرش، شمیسا هم که خودش درگیر به قول معروف دانشجو بود و درگیر سال 3 پزشکی بود اون موقع، و خود من برداشتم بردمش سر جلسه امتحان نشست و من در دلم شوری بود، چون نمیدونستم چه اتفاقی داره اون تو میفته. فقط من یک دونه خانومی که اونجا از اون ممتحنه بود اونو گیر آوردم و خیلی حتی اینا رو خود مهسا الان نمیدونه، ازش خواهش کردم و بهش گفتم، گفتن یک چیز دارید داوطلب دارید که با این مشخصات نشسته اینجا برای فوق لیسانسش. فقط من نمیخوام بگم چیزی، فقط من میخوام خواهش کنم مواظب حال این باشین، اگر لازم شد بگیریم و برش داریم بیرش بیرون تحویل من بدیش. یعنی من انتظار داشتم که مهسا سر اون امتحان بگیره، با چشم اشکبار رفته بود سر اون امتحان، بعد سر اون امتحان بگیره و قش کنه بیاد، که این دختر مثل یک کوه موند امتحانش رو هم داد و با نمره خوبی هم برای فوق لیسانسش قبول شد و فوق لیسانسش هم گرفت. و یا شمیسا خب اینجا در ایران که بود پزشکیشو گرفت، دکتر عمومی شد و بعد هم که رفت کانادا و اونجا هم که تخصصشو گرفت و بعد از تخصصش هم که الان داره میره و پرواز میکنه. ببینید اینها، من میخوام اینه بهتون بگم که اینها برای جناب معصومین دنباله حرفای عزیزی مثل جواد محمدیان دارم میزنم یا جناب قاسمی دارم میزنم. من میخوام بگم که تنها این نبود که جواد معصومی بسیار بچه خوشپروازی بود، این نبود که بچه بسیار خوش اخلاقی بود، ایشون صحبتی رو کسی نکرد در موردش، بود یه بچه یک مدیر واقعی بود، کسی بود که این دوتا دختر رو طوری تربیت کرده بود در خانواده خودش که اینها متکی به خود، که اینها روی پای خودشون تماماً در تمام مدت وایستادن و گرفتن از حق خودشون کاملاً کامل کامل صیانت کردن و به عنوان انسان‌های خوب و موفقی چه در مملکت خودمون و چه در مملکت خارج اینها گرفتن و زندگی کردن و خودشون نشون دادن. الان هم من افتخار میکنم که ایشون عروس من هستن. عروس من که این یک کلمه است، عروس این یک دختر من دختر ندارم، دختر واقعی نسلی، ولی من واقع قضیه که میگم الان من دوتا دختر دارم، یکیشون مهسا هست و یکی دیگهشون هم زن اون یکی پسر من هست که زن کاوه. اینا این تو دخترای من هستن که بعد چقدر من شانس دارم و چقدر من خوشبختم که خداوند من رو دوست داشته، هرچند خودم آدم خوبی نبودم و به من گرفته و علاوه بر بچه های خوبی که به خود من داده، عروسای بسیار خوب هم به من داده. من اینو میخواستم بگم در مورد جناب محمدیان، حالا بعدا گوش میسپارم به سوالایی رو که شما دارین و یا در مورد صحبتهایی رو که شما میخواین بکنید. اصلا شما شاید بخواین بدونید که چی شد جناب محمدی، جناب ببخشید معصومی اومد شیراز. شما میدونید این رو، من این رو البته اسم نمیبرم اصلا چون شایسته نیست که من از این اسم ببرم، ما در PC7 که بودیم 2-3 تا معلم داشتیم که خیلی خوش اخلاق نبودن، همه هم این رو میشناختن میدونن و که کیا بودن، من اسمشون نمیبرم، و بسیاری از دانشجوها از اخلاق اینها خوششون نمیومد. من هم خودم خوشم نمیاد با اینکه من اونجا فرمانده گردان بودم، گاهی اوقات دونه میگردم، حتی یکی از اون عزیزان رو من تهدید به این کردم که من تو رو میگیرم و اصلا از پیستل میفرستم بری، نمیخوام دیگر نمیدارم توی اینجا، ما بچه ها نباید شما اخلاقت اینطوری باشه، باشون باید حرف بزنیم. و بعد که اومدم و دانشگاه شدم در شیراز، یکی از چیزهایی رو که خیلی زیاد من تاکید میکردم پیش خودم که بیام و اینو بچه ها رو جذب کنم، فقط تنها این نبود که اینها باسواد باشن، تنها این نبود که اینها خوش پرواز باشن،
من سعی میکردم که اینها انسانهای متین و خوش اخلاقی باشن و جواد یکی از بهترین ها بود و خود شما شاهد بودید که ایشون با دانشجوهایی رو که پرواز میکرد دانشجوها همیشه حس میکردن که دارن با برادر بزرگ خودشون پرواز میکنن نه با یک معلم. خب این چیزهایی بود که همیشه نمیشه تو همه جا پیداش کرد، نمیشه دنبال این نکات ظریف بری و دونه دونه حالا بری و بگرد توی پایگاه، بگرد توی تبریز، بگرد توی دسول، هر کدومی که ما از اینا رو آوردیم که دست خود ما بود انتخاب اینها. من این مسئله رو مد نظر داشتم که اینها از نظر شخصیتی بیان و الگو باشن، برای اینکه من معتقد بودم که ما تنها وظیفمون این نیست که پرواز یاد بدیم دانشجوها یا بیان بگیریم معلومات آکادمیشون رو بریم بالا. من خودم فکر میکردم که بایستی این عزیزان رو از نظر منش، از نظر رفتار، از نظر اونی رو که در جامعه نیروی هوایی باید باشن تو اونم بایستی ما بهشون کمک بکنیم. شما یادتون میاد من خودم در طول دوره هر کلاس یکی دو بار حداقل شما رو میبردم دعوت میکردم خونه خودم، میمدین خونه من حالا یا به یک شام دعوتتون میکردم که بیاین بعد اصلا خانوادگی خونه یک معلمتون رو ببینین چیه، ببینین چیزی که آیندهتون هست چیه، رفتارهای ما، رفتارهای خانوم ما، رفتارهای بچه های ما، اینها رو ببینین. و جواد معصومی از این تیپ آدم ها بود که ما همیشه افتخار میکردیم که در کنار چنین آدم متین و معقولی باشیم. بچه ها اشاره کردن در رابطه با رضایی، در رابطه با رضایی که رضایی در اون پرواز ACM متاسفانه در سلوی ACMش بود و جواد معلمش بود که یک جا اصلا به طور کلی در زمانی که رفته بود از پش اتک بکنه پش دیگه، بعدش دیگه ندیدش این رو جواد و بعد اون رضایی کدوم رضایی؟ چیه رضایی؟ دانشجو رضایی مظاهر، من مظاهر نبود اسم شما گفتیم مظاهر رضایی که با رنجبران اصفهان اینجوری شدن. یک دونه رضایی ما داشتیم بعد از شما که ایشون اسم کوچیکش من الان ندارم یادم میاد رضایی رو. این رضایی بچه احتمال کمک میکنه. آره بچه یه چیز بود خدمتون عرض کنن که در تهران همون نزدیک فرودگاه امام اون یه شهری هست الان اسم خوبی داره واوان. واوان نه 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 بغل ربات کریم. بغل چی؟ ربات کریم. بچه ربات کریم بود و پدرش، پدر هم نداشت بنده خدای مادر داشت. و این دانشجو رضایی بعدها البته این رو فهمیدیم که مثل این که این خیلی هم علاقه پروازش بسید که بچه ها میگفتن یه مقدار ناراحتی قلبی داشته، حالا بعدها فکر کردیم که نکنه اصلا اون بالا این زبون بسته مثلا حتی سکته کرده باشه، چون اصلا هیچی معلوم شد که چرا این با جواد معصومی بود و این اصلا ناگهانی رفت و خور زمین، چون جواد بسیار بسیار معلم خوب بود و همیشه حواسش جمع بود و امکان نداشت که شاگرد بذاری که شاگرد یک لحظه از چشمش دور بشه. و بعد من جواد رو میدیدم، جواد دوست خوب من بود، جواد کسی بود که ما با هم رفت آمد خانوادگی داشتیم، جواد میرفتیم، جواد اصلا به طور خودی تا مدت‌های مدید به خاطر مرگ این زبون بسته این دیپرس بود و من و جواد با هم دیگه خیلی اوقات بلند شدیم، یه نامزد داشتیم رضایی در شیراز، بلند شدیم میرفتیم خونه نامزدش اونجا سر میزدیم به اون دلداری میدادیم و به هر صورت واقعا روزگار سختی رو این زبون بسته داشت. هم هم دارم ببینیم اشاره میکنم، جناب قاسمی اشاره کرد، مهسا اشاره کرد که چقدر این زبون بسته ناراحت شده بود برای اینکه این رو از دست داد، در صورتی که خب ما به عنوان خلبان و معلم خلبان میدونیم که به هر صورت مرگ، کراش کردن، بعض بین رفتن بخشی از زندگی ماست، چیزی هست که پذیرفته شده است، هیچ تعجبی نداره برای ما که چرا یه زمانی مثلا شما فکر میکنی که میگیم تعجب داره آدم ناراحت میشه، حالا نحوه شهادت خود جناب معصومی بود زمانی که دیگه تموم شد، ایشون بازنشسته شد دیگه از به قول معروف گرفتاری‌ها و درگیری‌های هواپیمای شکار راحت شد،
خب ما هیچ وقت فکر نمی کردیم که حالا دوباره یک اتفاق و یه ثانیه بیفته، نه اینکه بگیم غیر منتظر است ها، نه، ولی به هر صورت آدم همیشه فکر میکنه که دیگه اون هیولاهای یه مقدارش دور شده، که دیگه متاسفانه در مورد جواد اینطور نشد. و من یادم میاد که اون روزی که من این خبر رو شنیدم، چون میدونم سوال شما سوال بعدیتون این هست، رو نصفه پرسیدین. آره، پسر من شرکتش که میدونی که یه شرکت داره که شرکت هوشمند هوشمندسازی هست و اینها، نمایشگاه شما یه مدت خودتونم اونجا کمکش میکردیم. بله کمکش میکرد و یه نمایشگاه داشت و من هم در نمایشگاه بودم. آره اتفاقا آره سفیر سوریه هم روز قرفه ما بود. بعد دیدم پوریا اومد و با ناراحتی من گفت که بابا، گفتم که بله، گفت یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ گفتم نه. بگو. گفت که بابا جواد امروز صبح رفته پرواز و الانش خبری ازش نیست. گفتم چی میگی؟ شاید فلانی تماسی فلانش. گفت نه بابا، من یه چیز دیگه بگم، من خبر دارم که یک هواپیما از که قزوین خورد و زمین. از این لحظه که این رو به من پوریا گفت، این که این قرفه و این نمایشگاه رو چرخونن زدن توی سر من، چرا که من با این به قول معروف فرهنگ ها، با این صحبت ها خب خیلی آشنا بودم. بلافاصله شروع کردم چیکار کنم، تلفن زدم به دوستانم و یکی از کسانی رو که من خیلی سریع پیداش کردم و بهش تلفن زدم، جناب بهنام اقنامیان بود. و بهنام اقنامیان خب از دوستان خوب ما، دوستان زمان جنگ ما، ایشون هم خودش کپتان بود در آسمان اون زمان. باش که صحبت کردن گفتم که بهنام چه خبر؟ بهنام بسیار آدم به قول من رکو و راستگویه. بعد گفت فلانی، من نمیخواستم تو به این سرعت بفهمی، متاسفانه اونی رو که تو فکر میکنی درسته. یعنی همین موقع من فهمیدم که متاسفانه ما جواد رو از دست دادیم و دیگه به قول معروف تو اون حالت من و پوریا دیگه اونجا رو ول کردیم، به عهده بقیه بچه های شرکت اومدیم رفتیم دیگه دنبال این قضیه و دیگه چیزی که نباید بشه متاسفانه شده بود با کمال تاسف. خب من در خدمت شما هستم. من سوالی دارم همینجا میخوام، چون من توی سناریویی که به هر حال نوشته میشه برای شهدا، اون اتفاقی که تجزیه تحلیل میشه، نمیدونم اینایی که تو ویکی‌پدیا هست یا حالا این بر اونور، آیا غربال شده اون کارشناسی شده واقعی هست یا اینکه همینجوری هر کسی یه چیزی گذاشته؟ ولی هیچ کسی بهتر از شما الان نمیدونه که چه اتفاقی افتاد روی قزوین برای هواپیمای توپولوف. من خیلی دوست داشتم جان فرغانی هم تو لایف هستن، اگر میتونن بیان بالا من دعوت کنم جان فرغانی هم اگر تونستن بیان به ما ملحق بشن که خوب میشه که ایشون هم از بعد کارشناسی نگاه کنن. بفهمید شما سر. بله خدمتتون عرض کنم که بهترین کسی رو که میتونه در این مورد اظهار نظر بکنه به اعتقاد من خود جناب فرغانی، که در اون زمان ایشون به هر صورت به همه این قضایا و به همه این مسائل از نظر ایمنی و از نظر سیفتی و از نظر به صلاح اینستیگیشن سانحه اشراف کامل داشتن به ایشون میده. منطقه براتب چیزی رو که بیشترین صحبتی رو و اظهار نظر رسمی رو که تقریبا در این مورد شد، که البته این چیزی نبود که هواپیمای کاسپیان بخواد زیر بارش بره یا امثال هم و اینا، چون این به ضرر اونها بود اگر این صحبت میشد، چون بحث نقص فنی کامل هواپیما بود و هیچ ربطی به مسئله پرواز نداشت، چون در اون زمانی رو که این سانحه اتفاق افتاد هواپیما در ارتفاع 26500 پا هواپیما بود و اونجا شما میدین خلبان هستیم و خیلی از عزیزانی رو که الان صدای منو میشنون میدونن در اون ارتفاع، در اون سرعت، در اون سمت جای هیچ به قول معروف سانحه‌ای نیست، مگر اینکه اتفاقی که میفته خلبان اون رو از قبل بگه، اعلام ایمرجنسی بکنه، بگه چه کار میخواد بکنه. یک مرتبه این امکان نداره که تمام چیزهای دنیا یک مرتبه بریزه این آوار رو سر یه هواپیما و یه هواپیما کراش بکنه.
چیزی رو که گفته شد و به قول معروف بررسی کردن و حتی اون صدایی رو که اون اهالی اونجا شنیده بودن نشون دهنده اینه که این اتفاق افتاد و این بود که موتور هواپیما دچار اشکال شده بود و موتور هواپیما موتوری که روی تیل بود جدا شده بود و باعث شده بود که بعد زده بود و این هیدرولیک که گرفته بود از بین برده بود و هواپیما در اونجا اینطور که میگفتن گرفته بود و قشنگ شروع کرده افتادن در شیرجه. یعنی اصلا جناب معصومی و جناب شیرجه و سهیل و اینها دیگه دستشون حتی به فرامین هم نرسید. اینا در اون نگتیف جی رو که باید بچسبن به اون بالا توی کابین چسبیدن اونجا و حتی دستشون به یک مایک نرسیده که بخوان اطلاع بدن که آقا این بلا به سر ما اومده و تحت تاثیر اون نگتیف جی رو که میچسبن به اون بالا هواپیما اومده و قبل از اینکه بخوره به زمین اون صدای وحشتناکی رو هم که همه میگن ناشی از سوپرسونیک شدن هواپیما بوده که داشته میخورده زمین و نحوی رو که اون هواپیما خورده زمین و اون چاله بزرگی رو که اون هواپیما روی زمین اون گودال بزرگی رو که کنده ناشی از همین بوده که با چه شدتی این هواپیما متاسفانه کراش کرده. و اینجا الان بازم با کمال تاسف دارن عزیزان و حالا خانوادش هم احتمالاً میشود اینقدر این سانحه شدید بود و این با سرعت خورده بود زمین که تقریبا هیچ چیزی از این هواپیما و محتویات داخلش باقی نمدود الا دو تا قسمت از موتور فقط که دیگه اونم میدونین دیگه. حالا اگر حالا جناب عزیزان در مورد این قضیه بهتر از من میدونن حالا بیان نظرشون رو بگن، ولی همین هست که این هواپیما موتورش دچار اشکال شد و به قول معروف کنده شد و زد به تمام اون لاین های هیدرولیک و کند و هواپیما دیگه اصلا کنترلی داشت وجود نداشت و تمام اینها در دهم های از ثانیه همینطور که معلومه اتفاق افتاد. نه اینکه فرصتی باشه که مثلا یکی بگه مثلا من این بلا سرم اومده یا من یه مشکلی دارم.